درود گرم بر بینندگان عزیز تلویزیون برابری. گفتار دیگری از سلسله گفتارها درباره دموکراسی تحت عنوان دموکراسی و امپریالیسم. با آغاز جنگ اوکراین یکی از توجیهایی که بیان میشه دایر است بر این که پوتین رئیس جمهور روسیه مخالف دموکراسی است و این جنگ جنگ دیکتاتوری و دموکراسی است. زیرا دولت اوکراین تلاش داره در کنار کشورهای دموکراسی قرار بگیره. آیا واقعا کشورهای امپریالیستی خواهان گسترش دموکراسی هستند و در هر جای جهان از دموکراسی پشتیبانی میکنند؟ این یک پرسش جدی است. وقتی که بوش کوچک یا بوش پسر به عراق لشکرکشی کرد، حتی شماری از چپهای ایرانی دچار این توهم شده بودند که آمریکا از حقوق بشر و دموکراسی دفاع میکنه. اما در پایان جنگ ایران، در پایان جنگ عراق، در پایان اشغال عراق، خروج آمریکا در عراق باقی موند، سه پایگاه نظامی را از آن خود ساخت و بر روی نفت عراق چنگ انداخت. اگرچه قرارداد را افشا نکردم، اما اون چی که به مطبوعات و رسانه ها رسیده بود که آمریکا ادعا کرده بود 800 میلیارد دلار برای این جنگ هزینه کرده، یا باید این 800 میلیارد دلار را عراق پرداخت کنه که اون را از شر صدام نجات داده، یا اینکه این امتیازها را به اون بده. همین مسئله قبلا در مورد کویت هم اتفاق افتاده بود، اگرچه نفت کویت پیشا پیش 50% متعلق به آمریکایی‌ها بود. میخواییم ببینیم پیشینه این کشورهای امپریالیستی چه بود. یکی از وجوه دموکراسی آزادی احزاب، احزاب سیاسی از کشورهای دموکراسی حتی در دموکراسی غربی آزادند. اما دولت بریتانیا به عنوان اولین کشور دموکرات اروپا در عصر جدید سخت با فعالیت حزب کنگره هند مخالفت می‌کرد و رهبران کنگره هند مرتبا بازداشت می‌شدند. مهاتما گاندی بیش از 2 دهه را در زندان به سر برد. لال جواهر نهرو یا جواهر لال نهرو 17 سال در زندان بود. شاستری که پس از نهرو به مقام نخست وزیر رسید 10 سال در زندان انگلیس بود و همینجور بیش از 10,000 از مردم
هند که فعالیت حزبی داشتند در زندانهای انگلیس به سر می بودن. فرانسه در داخل خودش پس از انقلاب بزرگ پایان سده 18 احزاب آزاد بودند، اما مردم الجزایر اجازه تشکیل حزب نداشتند. می گفتن قانون ممنوعیت احزاب سیاسی قانون، ما کشور دموکرات هستیم، کشور دموکراتیک تابع قانونه، قانون ما این است که شما حزب نداشته باشید. این دوران استعمار بود، اما آنچه که در دوران استعمار می‌گذشت با دوران امپریالیسم تفاوت ماهوی داشت. در کشور اسپانیا مردم به جمهوریت رأی دادند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیای فاشیست تحت رهبری موسولینی و آلمان نازی تحت رهبری هیتلر به فرانسیسکو فرانکو رهبر فاشیست های اسپانیا کمک کردند تا 3 ستون نظامی را از خارج و 1 ستون را از داخل سازمان بده و طی 3 سال جنگ داخلی جمهوری خواهان اسپانیا را شکست بده. در پایان جنگ که آلمان نازی و ایتالیا و چند کشور اروپای شرقی یا میانی که به نازی پیوسته بودند مثل رومانی و بلغارستان از پای در اومدن یا ژاپن که از پای در اومد، کاری به کار فرانکو نداشتم. و وقتی هم پیمان اتلانتیک شمالی تشکیل شد، چون گفتند این خیلی بدنامه، فرانکو را به پیمان اتلانتیک شمالی در 1948 را ندن. اما ایالات متحده آمریکا قرارداد جداگانه با نظام فاشیستی اسپانیا امضا کرد و از حکومت اسپانیا دفاع کرد. اون چه که در جنگ کشته شده بود جای خود داشت، اما پس از پایان جنگ 250,000 تن از مردم اسپانیا به جرم کمونیست بودن، سوسیالیست بودن، عضو اتحادیه کارگری و جمهوری خواه بودن توسط رژیم فرانکو اعدام شدن و در هیچ موردی نه بریتانیای دموکرات، نه فرانسه دموکرات و نه ایالات متحده دموکرات به این کشتار جنایتکارانه اعتراض نکردند. این نخستین چشمش بود. همه جور رژیم سالازار که یک رژیم سرکوبگر در پرتغال بود اصلا به عضویت پیمان اتلانتیک شمالی در آمد. تا 1975 که توسط افسران انقلابی رژیمش سرنگون شد. دولت دکتر محمد مصدق در ایران با رأی مجلس شورای ملی به مقام نخست وزیری رسید. در 2 نوبت که انتخابات آزاد برگزار شد، هواداران جبهه ملی به اکثریت رسیدند و دکتر مصدق نخست وزیر قانونی ایران شد. اما ایالات متحده آمریکا و بریتانیا علیه دکتر مصدق کودتا کردند و یک حکومت نظامی تحت فرماندهی یک ژنرال هوادار آمریکا به نام فضل‌الله زاهدی
تشکیل دادم که نتیجه آن 25 سال دیکتاتوری شاه و پس از اون حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی شد. پرزیدنت آربنز رئیس جمهور گواتمالا به موجب یک انتخابات آزاد انتخاب شد. اما ایالات متحده آمریکا با بمباران هوایی گواتمالا رژیم آربنز رو ساقط کرد. متعاقب سرنگونی جنرال های آمریکایی بلایی که سر آربنز آوردن 30 سال جنگ داخلی بود، جریان های دسترسی 100,000 تن از سرپوستان بومی این کشور را کشتند، 10,000 فعال کارگری را به بند کشیدند یا در زندان ها کشتند. اما اینها بیشتر بازی بود. در ویتنام و کره جنگ داخلی صورت گرفت. هم مردم ویتنام هم مردم کره علیه اشغالگران ژاپنی در طول جنگ جنگیدن. مردم کره ژاپن را بیرون کردن و تمام کره را آزاد کردن. مردم ویتنام با فرانسه جنگیدن. در دین بین پو ارتش فرانسه را شکست دادن، فرانسه تسلیم شد. اما آمریکا پس از آزادی کره به کره لشکر کشید، پس از آزادی ویتنام به ویتنام هم لشکر کشید، بخش جنوبی کره جنوبی را اشغال نمود، بخش جنوبی ویتنام را هم اشغال نمود. قرارداد آتش بس 1954 سازمان ملل متحد قرار شد یک رفراندوم یا همه پرسی برای اتحاد دو بخش ویتنام یا دو بخش کره انجام بگیرد. هیچ کدام از این دوتا رفراندوم به سبب مخالفت ایالات متحده آمریکا برگزار نشد. یعنی اگر امپریالیست در داخل خودش میخواد بین دو باشگاه جمهوری خواه و دموکرات یک سیستم رقابتی آزاد باشه، اصلا در ویتنام مردم ویتنام خود سرنوشت خود را در دست بگیرن. در نتیجه مردم ویتنام 15 سال با ایالات متحده آمریکا جنگیدن با تلفات 3 میلیون انسان و از جانب آمریکا 50,000 کشته نظامی، 150,000 روانی، 4,000 هواپیمای ساقط شده و کلی خسارت نظامی. این دموکراسی خواهی آمریکاست. در فرانسه پس از جنگ هم کشور از اشغال آلمان نازی در اومد، پارلمان به وجود اومد، رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شد، اما به مردم الجزایر حق فعالیت سیاسی ندادن و مردم الجزایر مثل مردم ویتنام مجبور بودن دست به سلاح ببرن و علیه امپریالیسم فرانسه بجنگن و با یک تلفات 3 میلیونی یا 2,700,000 نفری کشور را از استعمار فرانسه دموکرات آزاد شد. از این تاریخ تلخ ضد دموکراسی امپریالیسم آمریکا، از همه فاجعه بارتر اندونزی بود. در سال 1965 حکومت سوکارنو که متکی به اراده مردم بود و اکثریت پارلمان از اون پشتیبانی می کرد
و خود در یک انتخابات آزاد انتخاب شده بود توسط ژنرال سوهارتو که از جانب آمریکا پشتیبانی میشد سرنگون شد، زیرا آمریکا 10 سال تمام رژیم سوکارنو را محاصره اقتصادی کرد، زیر فشار همه جانبه قرار داد تا بتونه کودتایی را سازمان بده. در این کودتای ننگین 3 میلیون انسان کشته شدن و 30 سال دیکتاتوری فاسد سوهارتو که هنوزم اندونزی به دوره سوکارنو نرسید، در حالی که تا این تاریخ بیش از 47 سال از ماجرای این کودتا میگذره. در کشور شیلی که در آمریکای لاتین سنت دموکراسی داره، سناتور سوسیالیست دکتر از سالوادور آلنده در یک انتخابات آزاد به مقام ریاست جمهوری رسید با عجز 49% رأی در دور اول انتخابات. از جانب سنای شیلی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و وعده داد سوسیالیسم دموکراتیک را در این کشور استعمار زده و تحت ستم امپریالیسم آمریکا آزاد داد. شرکت های آمریکایی که انحصار منابع و بخصوص معادن مس این کشور را داشتن، ITT بزرگترین شرکت مخابراتی و برق و الکترونیک آمریکا، بر منابع و صنایع مس شیلی مسلط بود. جرم آلنده این بود که این صنعت را ملی کنه. همون بلایی که 10 سال پیش سر ونزوئلا آوردن سر شیلی آوردن با محاصره همه جانبه و تحریم غذایی. مواد غذایی به این کشور نرسید، زنان طبقه متوسط با کاسه های خالی به میدان اومدن و بر کاسه ها میکوبیدن که کاسه هم خالی است. در نتیجه کودتای ژنرال پینوشه به رهبری CIA موفق شد حکومت دموکراتیک آلنده را سرنگون و 17 سال در این کشور بدون پارلمان و بدون انتخابات حکومت کنه. نتیجه این است که هنوزم از سال 1973 که کودتای شیلی صورت گرفته، از اون ماجرا نزدیک 50 سال میگذره، هنوز شیلی به دوران آلنده برنگشت. اگرچه در سال گذشته یک انتخابات آزادی صورت گرفت و امید این است که شیلی وارد مدار دموکراسی بشه. از کودتای شیلی که بگذریم، که چند هزار تن در میدان ورزشی این کشور کشته شدم و 17 سال دیکتاتوری برقرار شد، پس از این که اولا در این کشور شیلی مبتکر اقتصاد نئولیبرالی شد، سیاست خانمان براندازی که هنوز بخشی از جهان را به فقر و بدبختی نشانده. وقتی که 10 سال پس از برکناری پینوشه از مقام ریاست جمهوری که ریاست ستاد ارتش را همچنان به توصیه امپریالیسم آمریکا حفظ می کرد و ناگفته نمانه هنری کیسینجر
همون زمان که وزیر امور خارجه آمریکا بود گفت متاسفیم که کودتا چند روز دیر صورت گرفت، یعنی میدونستم که کودتا را CIA سازمان داده و چرا یک هفته به عقب افتاده. اما همین پینوشه وقتی در سفری به انگلیس تحت تعقیب قرار گرفت، همه کشورهای دموکرات اروپا پشتش رفتن. بریتانیای دموکرات از تحویل پینوشه به یک قاضی اسپانیایی که چندین اسپانیایی در جریان کودتای پینوشه کشته شده بودند و علیه پینوشت اعلام جرم کرده بود خودداری ورزیدن و پینوشت را با سلام و صلوات به شیلی برگردوندن. و پاپ یوهانس پاپ از پینوشت تمجید کرد، گفت همه ما ضد کمونیست بودیم و این قهرمان ضد کمونیسته. ننگین تر از کودتای شیلی کودتای آرژانتین بود، اگرچه پیش از اون در بیشتر کشورهای آمریکایی کودتاها صورت گرفته بود، به خصوص در برزیل یک زمانی 12,000 تن زندانی سیاسی داشت با یک کودتایی که همکنون یکی از اون کودتاچی ها سمت ریاست جمهوری برزیل را داره. اما در کودتای آرژانتین علیه دولت پرونیستی و پارلمانی که اکثریت آن با پرونیستا بودن و اینها در یک انتخابات آزاد برگزار شدن کودتا صورت گرفت. 30,000 تن از کمونیستای آرژانتین و کنشگران یا فعالین کارگری و کنشگران سندیکایی بازداشت شدند. اینها را به دریا ریختند تا خوراک نهنگ بشن. 30 سال تمام مادران، همسران و بستگان این قربانیان در میدان مایای آرژانتین جمع می شدن تا تکلیف ناپدید شدگان روشن بشه. ایالات متحده آمریکا هیچ کدام از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، هیچ کدام از رؤسای جمهور این کشور هنوزم این جنایت امپریالیسم آمریکا به کارگزاری CIA را در برزیل، آرژانتین، شیلی، گواتمالا و هیچ کشور دیگری محکوم نکردند. اما خیلی جالبه امروز برای ونزوئلا دم از دموکراسی میزنن. حکومت دموکراتیک شیلی را سرنگون میکنم و رئیس جمهور ونزوئلا را که با رأی مردم سر کار اومده میخوام به کمک عوامل خود از میان بردارم، به شیوه گذشته محاصره اقتصادی میکنم، تحریم میکنم. ونزوئلا 18% ذخیره نفت جهان را داره، یعنی از روسیه و عربستان سعودی بیشتر، از ایران و عراق بیشتر. اما 10 سال است که ایالات متحده آمریکا اجازه نمیده کسی از ونزوئلا نفت خریداری کنه و اون وقت ادعا داره که از دموکراسی دفاع میکنه. اگر عوامل وی در شیلی و در هر جای دیگه سر کار بیان، بازارها بر روشون آزاده و قابل اعتماده. این است که پشتیبانی سوری آمریکا از دموکراسی بورژوایی را نباید جدی گرفت،
بلکه دموکراسی هم به سهم خود ابزاری است در خدمت منافع امپریالیسم، که من در گفتار دیگری تحت عنوان دموکراسی و انقلاب مخملی، سیاست‌های امپریالیسم در سازمان دادن انقلاب‌های مخملی بیان خواهم کرد. به درود تا گفتار آینده.